تا به حال شده بیدلیل شاد یا غمگین شوید یا به حدی عصبی شوید که کنترلش برایتان غیر ممکن باشد؟ بدون اینکه حتی بدانید چرا، من به شما میگویم همزادتان باعث انتقال این حسها در وجود شماست. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل ما را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. همزاد از زمان قدیم در میان بسیاری از ملل مختلف جهان مطرح بوده و در باب آن افسانه‌های زیادی نیز وجود دارد. یکی از پررنگ‌ترین افسانه‌ها این است که با تولد هر انسان یک موجود و یا همزاد از جنس جن متولد می‌شود که دقیقاً شبیه به اوست، هم از لحاظ ظاهری جسمانی و هم از لحاظ روحی و اخلاقی. چه کودکان و چه افراد مجنون طوری رفتار می کنند که انگار یک فرد کاملا واقعی روبروی آنها نشسته و با آنها صحبت می کند. اما واقعا چه کسی واقعیت را تعیین می کند؟ گفتنی است که وجود همزاد و موجوداتی شبیه به آنها مورد تایید قرآن و علوم غریبه نیز هستند. در قرآن آمده همزادها یکی از جنس جن و آتش و یکی از جنس فرشته و نور است که نوع اول آن می تواند خود را به شکل برخی حیوانات ظاهر کند و نوع دوم آن به هر شکلی در می آید جز حیواناتی مانند سگ و خوک. همزاد هر انسان بر اساس شخصیت خود فرد می تواند باعث خیر شود و یا موجب شر و سرگردانی، که احتمالاً این دو همزاد همون دو فرشته‌ای هستند که بر روی شانه های ما نشسته و کارهای ما را تماشا می کنند. همزادها کاری به انسانها ندارند مگر اینکه خود شخص از آنها چیزی بخواهد. برای مثال کسانی هستند که با طلسم و جادو آنها را احضار می کنند تا برای اهداف شخصی خود از آنها استفاده کنند. از جمله کارهایی که همزادها می توانند انجام دهند عبارتند از محبت یا تفرقه انداختن بین افراد، آوردن عکس و یا نقشه برای شخص، پیدا کردن اشیاء گم شده، نشان دادن دفینه و گنج‌های پنهان، خبر دادن از گذشته و آینده. در دنیایی که هر روز با یک اتفاق جدید ما را شگفت زده می‌کند، چنین چیزهایی خیلی جای تعجب هم ندارند. خیلی از کسانی که با سحر و جادو سر و کار دارند، با استفاده از همزادشان مردم را دچار گمراهی و پریشانی می‌کنند، که خیلی از آدم‌هایی که در اطرافمان می‌بینیم به آنها پناه برده و درخواست کمک می‌کنند. البته تقریباً در تمام موارد دچار مشکلات جدی‌تر و خطرناک‌تری می‌شوند. حتی ممکن است خانه افراد و یا حتی خانواده آنها توسط جنیان تسخیر شده و باعث اتفاقاتی شود که در برخی موارد غیر قابل جبران هستند. اما از آنجایی که انسان به دلیل داشتن قدرت ذهن از مابقی موجودات جداست و به نوعی اشرف مخلوقات است، می تواند با تکیه بر عقاید و تفکرات خود مسیر درست را پیدا کرده و خود را از مشکلات رها کند. یکی دیگر از چیزهایی که همزاد شیطانی را بیدار می کند مواد مخدر است. بله، شاید عجیب باشد، اما طبق مطالعات انجام شده کسانی که درگیر اعتیاد هستند دچار توهماتی می شوند که فقط خودشان آنها را می بینند و گاهی با آنها صحبت کرده و حتی به دنبالشان می روند، که احتمالاً الان به خودتان می گویید که آنها فقط توهم هستند. اما توهم از کجا می آید؟ از افکار و مغز انسان ها، یعنی از عمق جایی که ما از آن استفاده می کنیم تا کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دهیم. توهم باورهای تزلزل ناپذیر راجب چیزهایی است که نه درست است نه غلط، اما علم ثابت کرده که اساساً دروغ یا غیر واقعی نیستند. همانطور که اگر تا 50 سال پیش کسی به شما می گفت که چیزی به نام اینترنت تمام جهان را به هم متصل می کند، احتمالاً آن شخص را دیوانه و یا متوهم خطاب می کردید. اما گذشته از اینها، همانطور که در بسیاری از فیلم ها دیده ایم، جادوگرها و طلسم نویسان
با استفاده از مجنون‌های عجیب غریب فرد را وادار به انجام هر کاری می کردند. خیانت، قتل و حتی خودکشی. آن مجنون‌های ترسناک خیلی جای دوری نرفته، فقط جای خود را به مخدرها و محرک‌های امروزی داده که بعضی‌ها استفاده از آن را جذاب می‌دانند. در صورتی که از خطرات ترسناک و وحشتناک آن گاهن اطلاع چندانی ندارند. از بحث که دور نشویم، موادهای مخدر نوعی معجون است که همون جادوگرهای قدیمی که امروز ظاهرشان با سیاستمداران به اصطلاح آزادی خواه که به دنبال خوشی مردم هستند تغییر کرده. آنها بدون هیچ تلاشی مجون را بین مردم پخش می کنند و انسانها با چشم کاملاً باز در صورتی خود را انسانهایی روشن فکر می پندارند. در نهایت تأسف خودشان را به دست همزاد شیطانیشان نابود می کنند. این گونه همه چیز به گردن خود شخص افتاده و هیچ دست خونینی به میان نمی آید و این بار تئوری‌های توته حرفی برای گفتن نخواهند داشت. همزادتان از آنچه که فکرش را می کنید به شما نزدیکتر است. مراقب باشید. در ادامه فیلم‌هایی را به شما معرفی می کنیم که امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید. ممنون که این ویدیو را تماشا کردید. خوشحال می شویم نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.